خدا را شاکرم که به واقعیتی پی بردم که در 60 سال عمرم به این واقعیت پی نبرده بودم. یه خانواده مذهبی شیعه بزرگ شدم. شیعه بودم، شیعه‌زاده بودم. خرافاتو بیرون ریختم. پیام دارم برای شیعه‌هایی که تعصب کورشون کرده. ما تا حال فکر می‌کردیم که اسلام نام محمد همینی که الان توی ایران موجوده. با خوندن قرآن موحد شدم. بعضی از برادران زنگ می‌زنن و بارها و بارها که صحبت کرده درباره کتاب الله و اطراد. اولا خود اطراد باید ثابت کنید که پیرو چی بودن. آیا اینا اطراد تابع کتاب الله بودن یا تابع سنت بودن یا غیر؟ اما بحث بسیار اصلی اینه که در قرآن کریم بارها و بارها در جاهای مختلف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله لعلکم ترحمون. آیا خداوند تبارک و تعالی در قرآن کجا آورده که کتاب الله و اطراد؟ تازه اطراد هم که باشه خود اطراد هم اهل سنت و جماعت بودن، یعنی کلن اهل سنت بودن. ما الان توجه کنیم، فرض کنیم که پیغمبر خدا فرموده کتاب الله و اطراد، آیا آقایون و دوستان اینا آقای اطراد هستن؟ آیا از اطراد یعنی از حضرت علی و آقای علی پیروی میکنن؟ حالا اینکه ما هی داد میزنیم کتاب الله و اطراد، کتاب الله و اطراد، ببینو اصلا خودمون چی کاره ای؟ آیا خودمون واقعا با این شعار دادن ها آیا نتیجه میگیریم؟ بهتر اینه که واقعا به فکر خودتون، به فکر بچه هاتون، به فکر مردم باشید. ما تابع اطرادیم، اهل سنت و جماعت تابع اطراده. ما هیچ جا نداریم که حضرت علی کرم الله وجه شریف اون چیزی که ما انجام میدیم اون غیر از این انجام داده باشد. و این با این شعار دادتون با این حرف زدنهاتون به جایی نمیرسید. واقعا باید به فکر مردم باشید. روزی که واقعا روزی که خداوند گفت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بچه‌هایی که ما باید میشن میان اینجا بگن ما تازه شیعه علی شدیم. شما دلیل اینکه شیعه هستید چیه؟ و اصلا شیعه کی هستید؟ آیت الله های میان میگن اگر شما بگید لا اله الا الله توطئه بر علیه اسلامه. تا بخوای از الله حرف بزنی میگن مگه تو وهابی شدی؟ مهم نیست که نامتون شیعه باشد یا سنی، مهم این است که موحد باشید.